عزیزان سلام عرض می‌کنم خدمت شما و به برنامه نان روزانه خوش آمدید. خداوند رو دوباره سپاس می‌گیم برای این فرصتی که خداوند دوباره به ما داده که بتونیم باز تفکر کنیم در کلامش. خدا رو شکر برای کتاب مقدس که در دسترس ما هستش که میتونیم بخونیم. عزیزان امروز می‌خوایم از مزامیر باب 80 بخونیم که دو واژه مهم در این مزمور هستش که می‌خوایم دو واژه رو با هم بخونیم. اولین واژه‌ای که مهمه رجوع کنه در آیه 14 میگه که ای خدای لشکرها رجوع کرده از آسمان نظر کن و ببین و از این مو تفقد نما. این خداوند را رجوع کن. خداوند انگار دور شده بود از مزمور خوان و میخواست که خداوند بازگشت کنه به زندگیش و نجاتش بده و احیاش کنه و این بود که دعا میکرد. و دومین واژه مهم در مزمور 80 حیات بده هستش. در آیه 18 میخونیم میگه و ما از تو رو نخواهیم تافت، ما را حیات بده تا نام تو را بخوانیم. خداوند امت خودش بنی اسرائیل را ترک کرده بود به خاطر اینکه خداوند مو و یا تاک که در این آیه اومده که همون بنی اسرائیل باشه در زمین کنعان خداوند کاشت این نهال رو و خداوند برکت داد به بنی اسرائیل که اینا بزرگ شدند و یه امت بزرگی گشتند و خداوند بهشون برکت داد. اما اینا موقعی که برکت یافتند خداوند رو گذاشتن زیر پاشون و ردش کردن، خداوند رو رفتن به خدایان امتها پیوستند، بت پرستی کردند. و در اول سموئیل باب 4 آیه 21 یه واژه ایچابود اومده. ایچابود یعنی جلال خداوند ترک شد، یعنی خداوند جلالش ترک شد از امت بنی اسرائیل. خدایی که در میان بنی اسرائیل بود، در قدس الاقداس خداوند حضورش اونجا پیدا می شد، به صورت ابر پر می کرد خانه خدا رو، ولی خداوند جلال خودش رو از میان امت بنی اسرائیل دور کرد. ولی خدا رو شکر می کنیم که در عبرانیان باب 13 آیه 5 عیسی مسیح گفت تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم کرد. خداوند هرگز ما را ترک نمی کنه عزیزان. خداوند به ما روح القدس داده که در ما ساکنه. پس خداوند هرگز ما را ترک نمی کنه. اما قدرت و برکات خداوند می تونه از ما دور بشه. چجوری؟ موقعی که گناه می کنیم، موقعی که توی دنیا زندگی می کنیم که شبیه دنیا می شیم، شبیه امتها می شیم، کارهای امتها را انجام میدیم، مثل بنی اسرائیل که اعمال امتها را انجام دادند، خداوند ترکشون کرد، ما هم میتونیم اون قدرت خدا را از دست بدیم، اون حکمت و جلال خدا، اون برکات خدا را میتونیم از زندگی خودمون از دست بدیم عزیزان. و در این زمان میتونیم آیه 18 و 19 که دعای مزمورخانه میتونیم بخونیم. موقعی که خداوند قدرتش از دست ما میگیره میتونیم بگیم و ما از تو رو نخواهیم تافت، ما را حیات بده تا نام تو را بخوانیم. ای یهوه خدای لشکرها ما را باز آور و روی خود را روشن ساز تا نجات یابیم. پس موقعی که قدرت خدا را از دست میدید عزیزان دعا کنید، بگید خداوندا رجوع کن و مرا حیات بده تا نام تو را بخوانیم، تا تو ما را نجات بدی. ای یهوه خدای لشکرها ما را باز آور و روی خود را روشن ساز. آیا اون قدرت خداوند رو از دست دادید؟ آیا برکات خداوند رو توی زندگیتون از دست دادید؟ احتمالاً شما نیاز به دعا دارید. دعا دارید که خداوند دوباره رجوع کنه به زندگی شما. اون قدرتش رو دوباره برگردونه و برکت بده به زندگیتون. پس باید عزیزان حتماً خودتون رو فروتن کنید در حضور خداوند. دعا کنید برای احیا شدن، برای بازسازی دوباره که حیات بده خداوند به شما. حیات دوباره، حیاتی که خداوند میتونه باز به شما امید بده، به زندگی شما برکات و قدرت خودشو بده. بیاید دعا کنیم. خداوند تو رو شکر میکنیم برای اینکه ما را هرگز رها نمیکنی و ما را ترک نمیکنی. ولی خداوند بعضی موقع خداوند ما در این دنیا قاطی آدمهای دنیا میشیم و گناهان اونا را انجام میدیم و قدرت و برکات تو را از دست میدیم. خدای ما را ببخش. دعا میکنیم خداوندا که رجوع کنی و ما را برکت بدی، ما را نجات بدی، ما را احیا کنی خداوندا به زندگی معنوی خودمون تا
دوباره خداوند بازسازی بشیم از لحاظ معنوی و تو رو جلال بدیم ای پدر، در نام عیسی مسیح، آمین.